پرژن BMS تقدیم می کند. قهرمانان بر ترسهایشان غلبه می کنند. قهرمانان به فراتر از خود می نگرند. قهرمانان دنیا را نجات می دهند. گاه با قدرتهای جادویی و گاه بدون جادو، بدون شنل، بدون نقاب. قهرمانان بی نقاب. قصه های واقعی از قهرمان های واقعی، برگرفته از Humans of New York، کاری از غزل سرمد و نوید توکلی. قهرمان 44، پدر و مادر نجات دهنده. پدرم یه مهندس خبره بود و از عهده تعمیر هر جور ماشینی برمی اومد. بنابراین درآمد خوبی داشت و این درآمد رو صرف کمک به نیازمندان می کرد. مثلا شهریهای معوقه مدرسه ها و قبضای بیمارای نیازمند بیمارستانهای محل رو می پرداخت. مادرم هم افراد نیازمند رو برای غذا دعوت می کرد خونمون و به ما سفارش می کرد که بهترین قسمت گوشت رو به اونا بدیم. مامان به ما توضیح میداد که این آدما به ندرت این فرصت رو پیدا میکنن که یه غذای درست و حسابی بخورن. پدر و مادرم همیشه به ما یاد میدادن که انسانیت مهمترین چیزه. هیچ چیز از انسانیت مهمتر نیست. وقتی نسل کشی شروع شد، پدر و مادرم همسایه های توتسیمون آوردن تو خونه و قایمشون کردن. اونا 7 نفر بودن. چند نفرشون زیر تختا زندگی میکردن و چند نفر تو کمودا. این وضعیت اسفبار چندین ماه طول کشید، ولی ما همراهشون دعا میکردیم و سعی میکردیم بهشون امید بدیم. بهشون میگفتیم که خدا حواسش به همه چی هست. شبا بهشون لباسای اسلامی خودمونو میدادیم تا بتونن برن تو حیاط پشتی هوا بخورن. ولی چون پرده هامون همیشه کشیده بود، همسایه ها به همون مشکوک شده بودن. می دونستیم که مجازات قایم کردن توتسی ها مرگه. برای همین هیچ وقت نمی خوابیدیم و همیشه مواظب بودیم. ولی هر 7 نفری که تو خونه ما قایم شده بودن زنده موندن. متاسفانه پدر و مادرم چند سال پیش فوت کردن. اونا جون 7 نفر رو نجات دادن، چون به عشق و انسانیت بیش از هر چیز دیگه ای بها می دادن. قهرمان 45، پدر روحانی نجات دهنده. اولین روزی که کشتار شروع شد، توتسی ها به کلیسای من پناه آوردن. اولین گروه صبح زود رسیدن، از ترس می لرزیدن و نمی تونستن حرف بزنن. فقط می گفتن ما رو قایم کنید، ما رو قایم کنید. همه رو آوردم تو و بهشون پناه دادم. من خودم هم ترسیده بودم، ولی سعی می کردم بروز ندم و هر کیو که کمک می خواست تو کلیسا راه می دادم. اون روز تا غروب 300 نفر اومدن و تو کلیسا پناه گرفتن. توی هر مخفیگاه یه نفر رو جا داده بودیم. توی فضای زیر سقف، توی کمد، زیر تخته‌های کف، حتی 2 نفر توی توالت قایم شده بودن. همون اولین شب آدمکشا اومدن جلوی در. بعضیاشون تفنگ دستشون بود و بعضیا قمه. ظاهراً بهشون خبر داده بودن که من تو کلیسا به آدما پناه دادم و حالا میخواستن بیان تو و کلیسا رو بگردن. ولی من جلوی در وایسادم و بهشون گفتم باید از رو جنازه من رد بشن تا بیان تو. گفتن که میرن ولی زود بر میگردن. ضمناً گفتن ممنون که همه سوسکا رو یه جا جمع کردی. اینجوری کشتنشون راحت تره. چند روز که گذشت قضامون داشت تموم میشد، اما خوشبختانه چند نفر از اعضای کلیسا وقتی بهشون زنگ زدم قبول کردن که تو تاریکی به همون قضا برسونن. شبا از بیرون صدای شلیک و جیغ میشنیدیم و همیشه فکر میکردیم بعدش نوبت ماست.
همه ی دوستامون ما رو ترک کرده بودن و وانمود میکردن ما رو نمیشناسن. فقط یه کشیش طرف ما بود. یه شب اومد پیشم و به هم هشدار داد که نقشه کشیدن به کلیسا حمله کنن. قضیه رو به همسرم گفتم و هر دومون گفتیم که حاضریم تو این راه بمیریم. دفعه بعد 50 نفر مهاجم با تفنگ و قمه از راه رسیدن، منو هل دادن و وارد شدن. آدم ها رو از زیر سقف و همه مخفیگاه ها بیرون کشیدن، ما رو روی زمین کشیدن، یه جا جمع کردن و تو 3 صف ردیف کردن. میدونستم که این آخر کاره. بعضی از پناهنده ها میلرزیدن و التماس میکردن، ولی بعضی ها کاملا ساکت بودن. اونا انقدر عزیزانشون و جلوی چشمشون از دست داده بودن که خودشونم آماده مرگ بودن. همینطور که داشتیم دعای آخرمونو میخوندیم، من مهاجما رو دونه دونه از نظر گذروندم. خیلیاشون مسیحی بودن، بعضیاشون اصلا عضو کلیسای من بودن. هر کدومو که میشناختم اسمشون رو صدا میکردم و میگفتم من وقتی بمیرم میرم ملکوت، تو کجا میری؟ بعد میرفتم سراغ نفر بعدی. بعضی از مهاجمان مضطرب شدن، بین خودشون هم همه افتاد. هیچکی نمیخواست اولین نفری باشه که شلیک میکنه. کم کم دعواشون جدی شد و همدیگر رو تهدید میکردن. بعد دونه دونه کلیسا رو ترک کردن. بعد از 3 هفته پنهان شدن، توسط جبهه میهن پرستان رواندا نجات پیدا کردیم. تو این ماجرا یه نفر رو هم از دست ندادیم. 300 نفر با قایم شدن تو این کلیسا زنده موندن. البته قیافه همه‌شون یادم نمیاد، ولی هنوز که هنوزه گاهی یه نفر با نوشیدنی میاد دیدنم. بهشون میگم تو توی کلیسا با ما بودی آره؟ و همدیگر رو در آغوش میگیریم. وقتی به گذشته نگاه میکنم به این نتیجه میرسم که اگه کشیشای بیشتری دخالت کرده بودن، این نسل کشی میتونست متوقف بشه. هرچی باشه ما کشیشا رو مردم نفوذ داشتیم. آدم کشا جز و اعضای کلیسامون بودن و ما میتونستیم جلوشونو بگیریم، ولی ما هیچ کاری نکردیم. هر کشیشی هم بهانه ای داشت. بعضیاشون میگن فکر نمیکردن اوضاع انقدر بد بشه، بعضیاشون میگن که ترسیده بودن، بعضی هم میگن دولت خیلی قوی بود و نمیشد باهاش مقابله کرد. ولی وقتی در مقابل مردن آدما دست روی دست میذاری، هیچ عذری قابل قبول نیست.